درود بر همیهنان ارجمند و بینندگان و شنوندگان گرامی. شاهین نژاد هستم همراه دوست گرامی شهر ماریان در نشست دیگری از سلسله گفتارهای روششناسی بازپسگیری ایران از اسلام و بازسازی جهان ایران شهری در خدمتون هستیم. از سری برنامه هایی که جنبش رنسانس ایرانی در کانال تلویزیونی پارس در زیر برنامه زرتشت خدمت شما ارائه میکنه. پیش از ورود به بخش دوم این سری از گفتارها که از اهمیت به سزای برخورداره و امیدوارم که این سلسله گفتارها رو بسیار همیهنان جدی بگیرن و تا جایی که میتوانند در پخش و انتشارش کمک کنند، به خاطر فرارسیدن نوروز به شما همیهنان شاد باش میگم. گرچه شرایط چندان دلچسبی نیست، هم شرایط کنونی جهان و میهنمون ایران و هم آنچه که برای کشور ما در سال گذشته خورشیدی گذشت سراسر از تلخی و ناکامی و شکست بود، از مصیبتی مانند سیل که بر مردم وارد شد که از بی‌تدبیری حکومت در مهار آب‌های سطحی و بکارگیری درست اونا برمی‌خواست تا گران شدن بنزین و خیزش آب ماه که با کشته شدن شمار بالایی از همیهنانمون و دستگیری هزاران تن همراه بود که هنوز بسیاری از اونها در زندان هستند، همچنین هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشته شدن 180 تا بیگناه در اون پرواز و بعد اون افتضاحات پس از اون حمله، و همچنین رخداد تلخی مثل پخش شدن ویروس کرونا در جهان به ویژه در کشورمون ایران که امروز هم هنوز همه درگیرش هستیم، خیلی پایان سال بدی رو برای ما به همراه داشت، همچنان که در درازای اون سال هم ما سال خوبی رو ندیدیم. به هر حال همچنان که پارسال و پیارسال هم گفتم، از اینکه برای همدیگه آرزوی تندرستی و پیروزی و آزادی و رفاه و بهروزی بکنیم، کار ما گذشته باید برای رسیدن به اینها آستین بالا بزنیم. صرف آرزو کردن و خیلی کلیشه‌ای یک شادباش رو به هممیهنی یا دوستی یا خویشاوندی دادن دردی از ما دوا نمی‌کنه. هر کدوم از ما اگر که به اندازه توانمون یک بیل به این زمین بزنیم، مطمئناً این زمین شخم خواهد خورد و بذر درستی و راستی در اون مطمئناً فرصتی رو پیدا می‌کنه که به عمل بیاد و سرنوشت دیگری رو برای ما و میهنمون رقم بزنه. در حال 1399 خورشیدی و 2579 خورشیدی ایرانی یا ایرانی شاهنشاهی رو فرارسیدنش رو به شما شاد باش میگم. شهرام جان، اشته گفتار در دست تو و خب با هم این بخش رو ببریم جلو به خاطر اهمیت بسزایی که این سلسله گفتارها داره. یه بار دیگه هم تکرار میکنم، تا اینجا ما میکوشیدیم تاریخ و آنالیز یا واکاوی تاریخ رو انجام بدیم و از هفته پیشی که این سلسله گفتارها آغاز شده، برنامه چه باید کرد یا پرسش شما چه باید کرد و میکوشیم که پاسخ بدیم. بنابراین همیانانی که علاقه‌مند هستند، در صورتی که براشون امکان هیچ کمکی نیست، کمترین کمکی که میتوانم بکنن که خیلی هم کارآمد خواهد بود، پخش فایل های آوایی یا فایل های تصویری این برنامه هاست و دعوت کردن و فراخواندن دوستانشون به دیدن این گونه برنامه ها در یوتیوب یا شبکه تلویزیونی است. اونهایی که براشون امکان پشتی مالی از جنبش رنسانس ایرانی و این گونه برنامه ها و سلسله گفتارها هست، میتوانن به تارنمای جنبش رنسانس ایرانی، تارنمای فارسی ما iranianrenaissance.com یا تارنمای انگلیسیمون persianrenaissance.org
بروند و در اونجا هم با کارت اعتباری و هم اگر بخوان با پیپل میتوانند که کمک ها رو برسونند. خب سپاسگزارم از توجهتون شهرام جان، برویم به درون جستار. بله، با درود به بینندگان و با آرزوی خجستگی نوروز برای همگان، ما میریم یه راست سراغ مطلب. امیدوارم که این یکی باشه. الان اون روش شناسی بازپسگیری ایران دیده میشه توی حالت کامل؟ خب بسیار خوب، من نزد خودم هم اون رو برخوانم. بله، این در این روش شناسی بازپسگیری ایران از اسلام و بازسازی جهان ایران شهری که یه گفتار گسترده‌ای خواهد بود، اون کارهایی که در گذر 3 سال انجام شد اینجا به هم رسانده میشه رشته هاش و درو میشه اون دست آوردها. حالا با بررسی هایی که اینجا میشه باید ببینیم که چگونه به کار انجامی میاد. در زنجیره دراز از برنامه ها، شاید نزدیک 30 تا 40 برنامه فقط به اونها میپرداخت، ما دو میدان را اول پیش شخم زدیم برای این کار. یکی این که در اون مایه اسلامی سازی ایران وقتی که انجام شد در گذار تاریخ چگونه بود، چگونه ایران از یه ریلی به یه ریلی دیگری افتاد، و در میدان دوم روش اون اسلامی سازی ایران چگونه بود. هر جفت این دو میدانی رو پر میکنه که در حقیقت دانستنش برای هر ایرانی بایسته است و تا کنونم کسی به اینا به اون صورت نپرداخته. یه سری ذکر مصیبت و اینا در همیهنا همیشه بوده، اونایی که علاقه تاریخی داشتن و میدانستن، ولی به گونه سامانه‌ور هیچگاه نبوده که کسی بیاد بشکاف از دیدگاه فلسفی جهان نگریستی ما چگونه جا به جا شدیم هنگامی که مسلمون شدیم، دو روش دگرگون سازیمون چگونه بود. حالا به جز دوره اون ذکر مصیبت های همیشه که اومدن سوختن بردن کشت اینها، ولی نگاه سامانه‌ور نداشته این داستان. ارزم بود که من اینجا نزد خودم درست نشون نمیده، ببینم بتونم دوباره راش بندازم یک لحظه. بسیار خوب نمیشه. تو میدان نخستین که در اون مایه اسلامی سازش بود، یعنی چه در اون مایه اومد و جایگزین کرد پیش از اینکه روش اومدنش چگونه بود، ما به این پرداختیم که جهان نگری اسلام پادنهش یا آنتیتز جهان نگری ایران شهری بود، انگار که پیامبر اسلام نشسته اندیشیده که من چگونه میتونم یه چیزی پدید بیارم که 180 درجه این فرق زاویه داشته باشه با نگاه ایرانی ها به زندگی، نگاه سازنده، کوشنده، فراورنده، انباشت ثروت دهنده، انباشت تکنیک دهنده بود. مال اسلام این بود که ما کمابش از این دنیا دست شستیم، خودمون رو داریم آماده میکنیم برای آخرت. روش آخرت رفته بودنم یه کارای کلیشه‌ای مثل نماز روزه و کشتن دیگر اندیشا، یعنی جز اون، یعنی از اون دقیق تر، از اون ناسازگارتر اصلا نمیشد چیزی پدید آورد با جان ایران شهر. حالا این چگونه از ذهن پیامبر اسلام گذشته، سلیقه خودش بوده، سلیقه عربی بوده، سلیقه ابراهیمی عربی بوده، هر چی بوده دیگه اینجوری پدید اومد. و هنگامی که به ایران اومد، ایران خب زیر و رو کرد. از این رو دگرسازی ایران به ایران اسلامی نیز یک بازغلطش، یک رولوشن، یک انقلاب زیر و رو کننده بود. نمونه سبکتر شما در بازغلطش اسلامی سال 57 همه دیدیم در تاریخ نزدیک و دیدیم آها این نمونه کوچیکه بوده، پس اون نمونه بزرگه رو همه بهتر دریافتن. نکته های ناروشنی هم که مونده بود با پیدایش داعش و اینا مثل لابراتور تاریخی روشن شد. حالا گذشته از اون همه منابعی که خود تاریخ نویس های اسلامی کلاسیک 1000 سال پیش نوشتن، ما تا اون زمان از رو اون بررسی میکردیم، همیشه این رویدادهای تاریخ معاصر هم یاری رسوند برای دریافتن باریکتر. بعد این حالا این دگرسازی که ما شدیم 1400 سال پیش به گذار یه فرایند 300 400 ساله کامل شخم خورد، چرخ گوش شد. این رو ما تو 10 12 تا برنامه در مورد درون مایه بررسی کردیم و بعد از پایانش از صده 5 هجری به اینور اون ایران جهان سومی اومد بیرون با
اون ساختار مافیایی تاراج و پخش غنایم به جای فرایند، به جای فرایافت کانسپت تولید فراورش. این دگرسازی درونی ایران بود که اینجا نکات بسیار کلی و کوتاهش داره گفته میشه. اصلا خود فهرست نکات کلی هم بسیار دراز داره، وگرنه 12 تا نشستونه رو در بر نمیگرفت. بعد این به چه روشی انجام شد؟ خب آنیا مسلمان ها آمدن ما رو تو میدان جنگ شکست دادن. تنزه این شکست غافلگیری کننده بود تا اندازه به برتری نفراتیشون باز میگشت، تا اندازه به خستگی نظامی ایران از جنگ های دراز باز میگشت. همش با هم اینا رو، هم خود روش شکست رو هم ما توی 10-12 نشست شکافتیم و پیامد اون رو هم واکافتیم دوباره در چندین نشست، که اینا اومدن نخست در ساعت اول یه چیرگی ساختاری بیرونی ساختن، بعد با کشتن مهتران کشور که اون نمیدونم اون مرزبانا و پایگوزبانا و اون به حقیقت والازادگان ساسانی بودن، قوم رو یتیم کردن، یعنی قومی که دیگه فرمانده نداشت. اون فرمانده همه تو میدان جنگ همه کشته شده بودن و این قلفتی دست این دشمن افتاده. بعد با شکنجه روزمره، روحی شکنی، الگوسازی نوین با رفتارهای عجب و غریبی که مسلمان ها می کردن، این الگوهای نوی ساخته می شد تو چشم مردم، گستاخسازی فرومایگان که یکی از کارکردهای کلیدی اسلامه که میاد آدم های بسیار بسیار فرومایه و مالی خویلی رو بر می کشه به مقام مهتری بر می گماره و بعد جامعه رو اینجوری زیر و رو می کنه. اصلا ما این نمونه کوچکش رو هم در پس از انقلاب دوباره به نیکی دیده شد که لب و فروش ها و چاوکش ها اینا به مقامات بالا برکشیده شد. یعنی هر کسی که دانشجوی مثلا درجه سوم و نیمه شکست خورده در دانشگاه بود، حالا بگه اگه میگه مثلا دانشجو هم بود، مثلا دیگه چاوکش نبود، ولی دانشجو رده سوم بود، یا ناگهان به وزارت و وکالت و اینا برکشیده شد. این نمونه اصلیش اون زمان پیامبر اسلام نهادینه کرده بود، بعد دیگه تو اسلام همینجوری مونده بود و رسید به ما. و اون زمان همون 1400 سال پیش که این مال داستان اون موقع است، ولی نمونه کوچیکش هم این انقلاب 57 خودمونه. بعد کرانهای فرهنگی دیگه موقعی گسستن، اون زمان تو سده 3 4 هجری پس از 250 سال مقاومت شهید ایرونیا، و بعد دستگاه ایدئولوژیک نوین جامعه خودش رو اصلا سازماندهی کرد، نهادینه شد و ما وارد دوران اسلامی شدیم از سده 5 هجری به این ور. و پس از انقلاب خودمون هم یه چند ده سالیه که این الاپرستا این بار دوم دارن کوشش میکنن شخ بزنن. حالا فرجامش هنوز بازه، ببینیم دوباره کامیاب میشن مثل اون پیشینیان یا اینکه این بار ایرونیا اونا رو کارش میکسره میکنن. از این دوتا زمینه بررسی که آقا در درون مایه چه چیز دگرگون شد و روش دگرسازی کدوم بود، که این یه آتشیه که هر ایرانی کنجکاو به تاریخ بیگمان تا کنون داشته، و من با پوزش ادعا میکنم که تو این حالت گسترده و براهیخته ابستراکت احتمالا ما نخواستیم بار اینو به این حالت پاسخ دادیم. احتمالا کوشش های بسیاری شده بود، ولی به این روکی و به این گستردگی و به این جهت و به این براهیختگی که ابستراکت از بالا به همه کانسپت ها نگاه کنی تا کنون نبود. حالا ما آنالیز کردیم در اون مایه چجوری دگرگون شد و تو روشش چگونه دگرگون شد. بسیار خوب، این دگرگون شد، از بین رفت، چرخ گوش شد و همون شبکه مافیایی مالی خولیایی از توش اومد بیرون که ما داریم توش زندگی میکنیم. پرسش کلیدی حالا اینه که روش بازپسگیری ایران از این شبکه مافیایی اسلام که توی مغزها رخنه کرده، پیچ و مهر مغزها رو دگرگون کرده و به نیکی و به ژرفی جا افتاده، چه میتواند می شاید یا می باید بود، که این اون چیزیه که بیننده ها پس از شنیدن اون نشست های بسیار واکافتی آنالیتیکی اینو کنجکاوان ببینن، بیگمان آتششون بالاست در این باره. شهرام جان اجازه من که مطلبی هم اینجا بیافزایم. وقتی صحبت از اسلامیزه کردن اندیشه و منش ایرانیان میشه، همینان همچین گمانی براشون ایجاد نشه که الزاماً همه کسانی که ذهنشون، کردارشون، اندیشهشون اسلامیزه شده حتما قیافه تیپیکال یک حزب‌اللهی یا یک داعشی رو دارن، قیافه تیپ بچه مسجدی و بچه هیئتی رو دارن. نه، الزاماً اینگونه نیست. اونها هستن، ولی در کنار اونها خیلی ها که ممکنه که خیلی هم شیک پوش باشن، فوق‌الکراواتی باشن،
بوی اتکلن فرانسویشون هم بلند باشه، اون ذهنیت و اون اندیشه رو داشته باشن، چون این یک فرایندی بوده که تو هزار سال گذشته نسل به نسل کار کرده و در حقیقت الگوی رفتاری و الگوی فکری شده. و حتی در میانه برخی از کسانی که مدعیان که خودشون در مورد اسلام ممکنه دارن روشنگری میکنن یا کوشش هایی میکنن برای تغییر جامعه، ممکنه در میانه اونها هم باشه. بنابراین پس گرفتن ایران از اسلام فقط محدود به پس گرفتن ایران از جمهوری اسلامی و تیپ مذهبی وابسته به اون نیست، بلکه خیلی گسترده تر از اونه. در حقیقت نوزایشی برای ایرانیانه در اندیشه و منش که از 1400 سال پیش و به طور خیلی تقریبا قاطعانه از 1000 سال پیش ما رو در موقعیت بسیار بسیار ضعیف و ناتوان قرار داده و امروز به نظر میاد هنگام اون است که از این فرصت تاریخی استفاده کنیم برای بازپسگیری اون. فقط خواستم بگم که اسلامیزه بودن ذهن و اندیشه الزاماً فقط قیافه مذهبی و مسلمان نمیخواد، بلکه میتواند در چهره های غیر مذهبی هم حتما باشه که هست. بسیار خوب، من ادامه میدم. بله، پیش از این که ما به اون روش های کانکرت برسیم، 1, 2, 3, 4 و اونا رو بیشتر بشکافیم توی نشست های سپسین، نخست یک سری فرگان، یک سری پرنسیب بنیادی رو باید بپذیریم. باید هم نداره، اما منطق میگه که چنین میباید بود. نخست هستمه پذیرفتن این فکت، یا به فارسی ما بهش میگیم کرت هست، یعنی آن هستی که برآمده از یک کنش بوده. کرت هست واژه لاتینش هم که فکتوم بوده، در حقیقت از همون فکره، فکیو، فیکی، فکتوم، صرف پارتسی پرفکتش، یعنی از کردن به انجام رساندن بوده. پذیرفتن این راستی یا این کرت هست که هیچ گونه سازش و همزیستی میان بخش‌های اسلامی و ایران شهری در ایران نمیتونه باشه، پیشتر نبوده، در آینده نیز نمیتونه باشه. این به خاطر این نیستش که ما بدخواه کسی هستیم یا خصم جان مردم هستیم، اینو میگیم در نهادش ناسازگاری داره. این مثل اینکه شما بگید مثلا ما یه گروهی داشته باشیم از مردم که دارن با هم زندگی میکنن، نیمیشون مثلا ارزم به حضور شما کمونیست به گونه مثلا استالینی باشن، نیمیشون هم سرمایه‌داری ناب مثلا سالهای چه بدونم مثلا 20 مثلا میلادی در آمریکا باشن، یا حتی پس از جنگ دوم سرمایه‌دار کلاسیک سالهای 50 میلادی، اینا میخوان با هم زندگی کنن. خب نمیتونن، این در کوتاه‌ترین مدت گلو همدیگر میگیرن. این به خاطر این نیست که کسی از بیرون گفته که گلو همدیگر بگیرید یا نگیرید، چون ناسازگاری از یه مرزی فراتر توی جهان نگری، این درگیری به هیچ روی پرهیزپذیر نیست. اگه اون سوسیال دموکرات باشن، یکی هم نمیدونم راست میانه چیز باشن، نه اون یکی استالینیستی باشه، اینم کم چنین باشه، نمیتونن. این داستان هم همینه. شما وقتی که یک جهان نگری به نام جهان نگری اسلام داری که این میگه که در اون الله همه کار است، یک تمرکز قدرت بسیار بزرگی در دست او هست، انسان یه موجود پستیه زیر فرمان و آزمایش ایشون، بعد اونم نگاهش اینه که این باید همیشه فرمانا رو ببره، اگرم نبرد شکنجهش میکنه، تازه اینی هم که داره مثل توسری خور یا واژه ساده‌تر بگیم بردوار داره فرمان برداری میکنه و همش هم تو ترس به سر میبره که نکنه منو بگیرن تو اون دنیا شکنجه کنن، تازه این باید امر به معروف هم بکنه، یعنی باید مراقب همسایه هم باشه، پیوسته تو کار اونا هم فضولی کنه، همش اونا رو هم از آتش جهنم بترسونه. خب توی این فضا، حالا اون یکی همسایه ایران شهریه، شما اونو برداشتی از روزگار ساسانیان، نمیدونم برداشتی آوردی پیاده کردی، اون به این باور داره که نمیدونم اهورامزدا چیز نیست، در
نیروی مرکزی کیهان نیست، بلکه فقط یه آرایش دهنده، یه کنسرتیه نیروهای گوناگونه که یکی از این نیروها انسانه و این انسان برای خودش استقلال داره، نوکر اهورامزدا نیست به هیچ روی، یارشه. امشاسپندایی هستن، چنین هست، چنان هست، تقسیم نیرو هست، توزیع نیرو هست، دستگاه در حقیقت یه جور شپ فدراله توی اون آسمان ها و یه بخشی از این هم انسانه و اینا با همدیگه جلو میبرن جهان رو و این جهان هم هدفش نیستش که این اهورامزدا میخواست کسی رو آزمایش کنه و ببینه چی میشه چی نمیشه، اگه حوصله‌اش سر رفته، بلکه یه مشکل واقعی هست در نبرد با نیروهای اهریمنی و اینها که برای اینکه جلوی پیشرفت رو میخوان بگیرن، نمیخوان پیشرفت رو جلو ببرن. این تز و آنتیتز اون دوتا با هم دیگه اینقدر ناسازگارن. حالا بعد اینورم این زرتشتیه که عمیقا به این باور داره که هر کسی روش زندگی خودش تعیین میکنه، اون یکی میگه با امر به معروف و پیوسته افراد رو ترسوندن از آتش جهنم و اینا. این دوتا توی خیابون بخوام با هم دیگه همسایه باشن زندگی کنن، هر روز دعواشون خواهد شد، اصلا محاله بتونن با هم زندگی کنن، مگر اینکه به یه حالت غیرعادی و مصنوعی بر این توافق کنن که ما در مسائل جهان‌نگری بنیادی زندگیمون نمیخوایم با هم صحبت کنیم. اونم مگه میشه؟ شما وقتی که در یه اداره هستی، مثلا دو تا کارمند هستن، حالا موضوع مهتر و کهتر هم نیست، خب اینا کنار هم نشستن، یه دونه میستره این ور یه میستره اون ور، خب اینا مثل چوب که کنار هم نمیشینن که با هم در مسائل زندگی، برنامه‌ریزی های زندگی، چه کار باید کرد در داخل خانواده، این اون، وقتی مشکلاتی رخ میده، الگوهایی که آدم چگونه با اون مشکل برخورد میکنه، مسئله مسئولیت شخصی، در تمام این مسائل اون مسلمونه با این ایران شهری زرتشتیه یه تناقض 98% خواهند داشت. یعنی مثلا در اداره اون مسلمونه که همش با توکل به خدا و نمیدونم ترس از جهنم و اینا داره خودش رله میکنه، مثلا یه جایی خرابکاری میکنه، وقتی یارو ایران شهریه میاد یخه اونو میگیره میگه آقا این مسئولیتش با توه، اون اصلا از درونی مسئله مسئولیت قبول نداره، چون بر این باوره که ما همه در حقیقت نوکران الله هستیم به عبارتی و این زندگی مثلا سرتش ارزش نداره، ما داریم خودم آماده میکنیم واسه آخرت، یه کاری داریم میکنیم واسه اون بازنشستگی اونجا. این اون زرتشتیه یا اون ایران شهریه بخواد زیادی به این فشار بیاره که نه تو باید مسئول کارات باشی، کلاشو میره تو هم دیگه، چون اصلا اون یکی از درون مسئولیت برای کارهای دنیوی رو قبول نداره، اون فقط مسئولیت رو به فرمان برداری از الله قبول داره واسه که بعدن بازنشستگیشو بگیره. درست. این نمونه کوچیکو بگم، در تربیت کودک، ارتباط زن و مرد، ارتباط با طبیعت، اینا همه جا کلاشون خواهد رفت تو هم دیگه. درست. این میسر نیست. این نمونه کوچکترش رو ما در مثلا مهاجرین توی نوردان مسلمان به اروپا میبینیم که اومدن جایی که فرهنگ پروتستانتی هست و اینا دارن زندگی میکنن اروپای شمالی و هر جا که رفتن و نشیمن شدن، ساکن شدن با همسایه آلمانی، سوئدی، اینها پس از 50 سال، نه پس از 5 سال، پس از 50 سال که نگاه میکنی اون ترکی که اومده یا الان مثلا عربی که اومده الان چند سالی بگذره، میبینی به اندازه 10% هم انتگره نشده اون جامعه. برای اینکه اون جامعه سوئدی آلمانی که روی اون مسئله آینه لوتر میچرخه که همش مسئله خرد و وجدان فردی و مسئولیت شخصی و این مسائله، مثلا با مال این مثل تز و آنتی تز با هم دیگه دشمنی داره. بنابراین مسلمان ها هر جا که اومدن در اروپای شمالی گتو درست کردن، تماس خودشون رو با آلمانی ها و سوئدی ها و دیگران بریدن، چون وقتی با اون هم نشینی میکنن شکنجه روحی میکشن، چون بس که ناسازگار حرفا، و تمام امیدشون اینه که به وسیله فرزند بیشتر آوردن یه موقعی این کشور رو از چنگ صاحبای آلمانی یا مثلا سوئدی بستونن، یعنی به مرور بشن اکثریت. درسته، چون میبینه با اون آلمانی نمیتونه زندگی کنه، اون آلمانی همش از تولید و فراورش و نمیدونم کوشش و مسئولیت شخصی و بهینه‌سازی و پرفکشن و اینا همش تو فکر نمیدونم حوری و این مسائل داره میچرخه، یه ریشو 3-4 روز هم گذاشته کر و کثیف، آب دهنش هم داره میریزه، اصلا بیخیال نیست به همه مسائل، او فقط متمرکزی که من یک از کار الله فراموش نکنه وگرنه اون بازنشستگی خط میزنه. یعنی اصلا براش یک درصد هم اون بستری که اون همسایه آلمانی به این مطرح میکنه قابل درک نیست. هیچ منظور بدی هم نداره، اصلا نمیفهمه اون چی داره میگه.
یعنی نمونه کوچیکش رو که شما میبینیم، ترک های مهاجر به آلمان اصلا انتگره نشدن و مهاجرای عرب هم تا اینجا انتگره نشدن، در آینده هم احتمالش خیلی کمه که انتگره بشن. این یه نمونه ای از اینکه در آینده ایران هم میونه اون ایران شهری ها، حالا چه بخواد یارو زرتشتی باشه، چه بیدین باشه، سکولار باشه، هر چی باشه، و اونایی که نهاد جهان نگریشون به زندگی اسلامیه، نه که رو تو شناسنامه نوشته من مسلمانم ولی همه کاراش مثل یک کس دیگه است، اونایی که نهاد جهان نگریشون اینا نمیتونن هم دیگه رو تحمل کنن. اینم گناه من نیست یا گناه ما نیست، شما آنالیز کنید. این یه فکت، یه کارت هست که ما فقط میگیم که آقا دل تو صابون نزن که از راه صحبت کردن و نمیدونم توضیح و مسالمت اینا بهتر میشه. الان این آلمانی دارن 50 ساله با این ترکای مهاجر صحبت میکنن، بنزه 5% هم موفقیت به دست نیاوردن. 5% و در ایران هم شما میبینیم مهاجمای مسلمونی که اومدن مناطقی از ایران رو گرفتن همون زمان قادسی و بعدش، مثلا دور استانهای مرکزی و اینها، مثلا پادگان مادگان زدن، نزد که کاشان بود، قم بود، این ور اون ور اینا، که واسه اینکه از اونجا سرکوب کنن قیامای ایرانی رو. و پسینیانی که از اونا اونجا موندن، اصلا اونایی که تو روستاهای نخستین عربی اسلامی بود تا به امروز که موندن، شما میبینید پرسنل جمهوری اسلامی یک بخش بزرگیش از اون روستاهای دور استان مرکزیه. درست. یعنی یارو پس از 1400 سال هنوز 5% ایرانی نشده. درست. فارسی رو بهش چپوندن یه جوری بیچاره، ولی اون نتونست عربی رو بگه، یا ژاپنی فارسی رو چپوندن، ولی تو نگاهش به زندگی همون مسلمون مهاجم روز اول مونده. این پرسنل سپاه، پرسنل رأس بسیج، خیلی از همین امنیتی ها، آدم کشا، اینا همه از همون گروه هن. بچه های روستای دور استان مرکزی سن، نه اینکه هر کسی مال اونجا بوده اینجوریه، ولی اونایی که از این ریشه موندن این بعد از 1400 سال انتگره نشده تو ایران. این مسائل ژرفی، این ناسازگاری در جهان نگری بنیادی که شما از بنیاد به زندگی چجوری نگاه میکنی و اهداف زندگی، این یه چیز سازش پذیر نیست وقتی فرقش خیلی زیاد شد. یعنی فرق به پرنسیپ ها کشید. درست. از این پس برمیاد که از این بررسی که باز زنده سازی جهان نگری ایران شهری هم اگه اصلا کامیاب بشیم که بشه، به همون اندازه دوباره بازغلطاننده، منقلب کننده خواهد بود که شکست آغازین بود. یعنی شما همان گونه که اگه از ایران ساسانی سوار ماشین زمان میشدی، میومدی سده پنجم ششم هجری پیادت میکردن و تو میگفتی که اینجا کجاست، هیچ ارتباطی به ایران نداره به عنوان مشاهده کننده، به همون گونه هم اگر این دگرسازی الان این بار انجام بشه، شما رو دوباره با ماشین زمان سوار کنن ببرن، حالا هر چقدر که طول بکشه این بار، 50 سال 100 سال هر چقدر، پیاده کنن، دوباره میگی من کجام. درسته. چون اصلا نگاه اون ایران شهری و نگاه اسلامی فرق 5% 10% اینا نیست، نه مورد 95 تا 98% ما داریم صحبت میکنیم. همه چیز یه جوری دیگه است. نگاه به طبیعت، به زندگی، ارتباط زن و مرد، کار، کوشش، هدف زندگی، همه چی، همه چی، همه چی، همه چی، همه چی. تفاوت شرم از زمین تا آسمانه، همچنان که وقتی از اونوری حرکت انجام شده این گونه بوده، ولی چون اینجا هدف ساختن از ویرانه هست، کار حتی سخت‌تر هم هست، چون ویران کردن به مراتب ساده‌تره تا اینکه شما بخوای بر روی یک ویرانه‌ای که اینقدر دووم آورده بخوای حالا رو اون بستر خراب کار اساسی بکنید و بخوای بسازید، در حقیقت از نظر تفاوت ها همون اندازه تفاوته نسبت به اون چی که 1400 سال پیش رخ داده، ولی با این به نظر من فرق عمده که کار ساخت الان مشکل تره، با وجودی که از نظر فکر میکنم زمینه ای که به وجود اومده هیچگاه شاید به اندازه امروز زمینه شایسته و مساعد نبوده برای انجام این تغییرات بنیادی در کشور. بله. من فقط در مورد اون اشاره‌ای که کردم به شهرها یا روستاها یا نشیمنگاه‌های مهاجمین اسلام اون زمان، یه سوء تفاهم نشه که هر کسی که از روستاهای کنار کاشان یا قم یا استان مرکزی میاد باید بدان گونه مانده باشه، نه، عرض من فقط این بود که برای اینکه اون پدیده
بررسی بشه، آدم میتونه بره ببینه که اونا پس از 1400 سال، اونا که واقعا از نیاکانی از همون مهاجمای مسلمان اون روزگار اول بودن، هنوز با بقیه ایرانیا خیلی فرق دارن. این یارو توی جامعه ایران هیچ وقت نرسیده، هیچ وقت چمدوناشو زمین نذاشته. برای همینم وقتی که آقای خمینی بلند شد و گفتش که ما بیاید کوشش کنیم هر اون چیزی رو که پهلوی ها ساختن تو مسئله بازنده سازی ایران کلاسیک نابود کنیم و برگردیم به قول خودش به صدر اسلام، پرسنلی که به ویژه به یارش اومد خیلی اوقات از همین کران های بیابون ها بود، جایی که مهاجمین مسلمان سکنا گزیده بودن. تا این اندازه وقتی ناسازگاره یارو انتگره نمیشه. یک اصل دیگری هم باید بپذیریم، یک فرگان دیگری هم باید بپذیریم. پذیرفتن این کرد هست، این فکت که آزادسازی ایران از اسلام و بازسازی جهان ایران شهری از برای سرشتی که اسلام داره که خود پدافند است و مافیاییه، شبکه های مافیایی ژرف و گسترده میسازه و با سرآمد بیوجدانی رفتار میکنه و از خودش پدافند میکنه به هر بهایی شده، اون منابع رو میخواد نگه داره، افراد رو معتاد این منابع میکنه مثل مافیا. برای سرشتی که داره این آزادسازی با هزینه بسیار بالا تنها شدنی خواهد بود. با نگاهی که اینجا نوشتم به کارکرد اعتیادگونه اسلام بر ذهن و انگیزه بسیار بالای مسلمان ها تو کشتن و شکنجیدن آدم های دیگراندیش که نمونش همی آقای لاجوردی و این کارگزاران آغازین و بعد جا افتاده پس از انقلاب بود که نمونه کوچیکی بودن از اون شکنجهگرای صدر اسلام. درست. من یستم به شما بگم ما هیچ وقت فراموش نکنیم لاجوردی و امامی و اینا بچه شیعه بودن. یعنی نیمی از جهان نگریش همون ایران بود. یعنی بدونی که همین فارسی که آقای لاجوردی صحبت میکرد با این میدانهای معنایی که از شاهنامه مونده از همون ایران باستان یه چیز دیگه است. همون لاجوردی اونارو بلد بود. ما اگه میرفتید آدمکشای پیغمبر اسلام رو میدیدید و شکنجهگرایی که دست او بود، کارهایی که زبیر رو همین علی ابن ابی طالب خودمون با اسرا میکردن، تازه قدر آقای خمینی رو میدونستید. اینا فراموش نکنید که همینا که های ما نام میبریم، تازه اینا شیعه شده و ایرانی شده و شیکشه، مدل شیکشه، اینا اون اصلی ها رو نیده کسی. یعنی یه نمونه کوچیکش رو داعش بازسازی کرد. درست. هیچ وقت آقای خمینی و آدماش، آقای لاجوردی، شکنجهگرای دیگرش، اینا از این شیرینکاری ها که تو زندان به خانمای مجاهده تجاوز میکرده، این از اسلام بریق برده بوده این کارهای شیرینکاری رو، ولی دیگه هیچ وقت نمیدن وسط مثلا تهران یه گودال بکنن گردن بزنن، بعد مثلا یه 700 تا مثلا افسر ارتش شاهنشاهی رو بگیرن مثلا با چاقوی آشپزخونی مثلا لاجوردی این برنم خلخالی هم اون برن مثل علی و زبیر اون زمان سر اینا رو ببرن مثلا اون تو مثلا آقای خمینی اونجا بشینه مثل پیام اسلام خرما بخوره نگاه کنه. از این کارا دیگه نکردن، یعنی به نزدیک این ابعادم نرسیدن. هیچ وقت فراموش نکنید به گرد پای اونا هم نرسیدن، گرد اون اصلی ها اونها چیزی که بودن اونها یه چیز دیگه بودن. بله، اونو باید فقط همیشه بینگارید که اون نیاکان ایرانیا چه روزگاری گذروندن وقتی از ما شکست خوردن. بله، این ویژگی هایی که اسلام داره. بعد یه گرایش عجب غریبی تو افرادش هست به دروغ و نیرنگ، به قول خودشون خودعه. بعد این وابستگی اعتیادگونه که دارن هم به این زندگی مصرفی، هم به غارت روزمره که ما امروز میگیم رانت، واژه‌شو میگیم رانت، قدیما در حقیقت غنایمی بود که پخش میکردن، و شبکه های مافیایی. انسان رو کاملا معتاد میکنه به این شبکه مافیایی. بعد به وسیله اینکه انسان از کودکی بی شخصیت بار میاره، چون میگه که تو شخصیت نمیتونی داشته باشی، چون اگه شخصیت داشته باشی یا طاغوت میشی مثلا احکام الله، یا ممکنه بیستی مثلا، چون مثلا برای خود دوچار شخصیت یا منش شدی. بنابراین این بچه رو باید از کودکی بی شخصیت بار آورد توی این شبکه مافیایی هم بزرگش کرد. خب چه مدلی از توش میاد بیرون؟ اون سعید امامی میاد بیرون. درست. یعنی یه آدمی که یارو میگیره ببره زندان، میده با بچه مردم لواط کنن، بعد وقتی هم بهش میگه فقط میخنده و تمام مدت هم از درون وابسته این شبکه های مافیایی و این غنایمی که هر روز میخواد تقسیم کنه به تولید کش، وقت فکر نمیکنه همچه انسان اسلامی. و بعد از همه عجیب و غریبتر تمام مدت هم خیالش تخته که بعد از انجام همه این کارا میخوان بازنشستگی اصلی رو تازه الله میخواد بهش بده. وقتی شما به این درجه معتاد شدی و روح انسانی تو از دست دادی،
منظر فیزیکی میگیم توی چاله ژرف انرژتیکی افتادی، یعنی از اون چاله بیرون اومدن خیلی سخته. درست. برای همینه که اسلام تا حالا خیلی کم از جاهای عقب نشینی کرده، معمولا از دو جا فقط عقب نشینی کرده اساسا، یکی از سیسیل و یکی از اسپانیا. درست. که همش هم هر جفتشون در حقیقت به ضرب شمشیر و اینا بود آخر سر. یعنی داوطلب اینا از ذهن کسی هیچ وقت بیرون نرفته، چون اون انسان رو شخصیتش رو بسیار کاسته میکنه و اونو توی چاله انرژتیکی میندازه. بنابراین این پذیرفتن این کرد هست که آزادسازی ایران از اسلام، آزادسازی جهان نگریستی که مثلا یه آدمای بی شخصیتی مثلا سرداران سپاه و اینا که الان میبینی قیافه های عجیب غریب، حرف های عجیب و رفتار عجیب غریب، قیافه های نشسته و اینا مثلا یه 50 سال دیگه 100 سال نگاه کنی مثلا این آدمای مثلا گردن فرازی باشن مثلا سپهسالارای ساسانی، این دگرگونی رو بخوای انجام بدی این یه چیز وحشتناکه، چون افرادو باید از تو چاله انرژتیکی بکشی بیرون. درست. از تو چاله انرژتیکی کشن، یعنی از فیزیکی توش انرژی پتانسیلشو میبری بالا که میخوای بری بیرون، اون که خیلی 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 کار سختی انظر انرژتیکی، اون استیبل، اون پابرجاست، اون تو اون چاله گیر کرده نمیخواد بیاد بیرون. این مسئله باید از پیش پذیرفت. ببخشید روی اسلاید پیشین وقتی سخن از هزینه بالا میشه، من فکر میکنم که هر اندازه حضور هممیهنان در انجام این حرکت بنیادین بیشتر باشه، میزان هزینه‌ای که افراد میدن کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر اگر 5% ملت بخواهن عزمشون رو جذب کنن، با یک اراده آهنین بیان و سرنوشتشون رو اینگونه تغییر بدن و ایران رو از اسلام پس بگیرن، هزینه خیلی بالاتره تا اینکه به جای 5% 25% این اراده و این خواست رو نشون بدن و حاضر باشن هزینه بدن. به عبارت دیگر هر چقدر بیشتر افراد گام بردارن و همت کنن و در این زمینه کوشش کنن، خسارت برای کسانی که فعالن کمتر و کمتر میشه. اینو موافق هستی؟ خب این یه قانون طبیعیه. یه قانون طبیعیه و ببینید ما بگیم، ما عرض کردم تو نشست پیشی، من گفتم کار ایرانی‌ها پس از اون شکست فرجامینشون و اینی که همه پهلواناشون کشته شدن رفتن و اینا موندن و موالی شدن و کتک خوردن و تجاوز شدن اینا چرخ‌گوش شدن، پس از اینکه شخصیتشون شکست و اینا به آدم‌های حراف در آمدن. شما همین الانش هم در افراد علاقه من به مثلا ایران رو مثلا باش صحبت می‌کنی اینا بسیار خوب، ولی وقتی میگه که گام پیش به نهی مثلا سرمایه‌ای بذار یا وقتی بذار، آنی الفرار. این کار افراد خیلی اوقات به حرافی کشیده. و من هیچ اصراری ندارم که ایران آزاد بشه یا درست بشه. این با قوم خود ایران تصمیم میگیره که این کار بشه، چون همش افراد بزرگسالن، خودشون بهتر میدونن تو زندگی چی میخوان. و یه سوء تفاهم اینجا پیش نیاد که با این گفتارهایی که اینجا انجام میشه و با این آنالیزا، هر اندازم که این آنالیزا، این واکافتا درست باشن یا نباشن، با واکاوی درسته که ذهن آشکار میشه و برانگیخته میشه، اما اگه کار آدم از درون به حرافی و بیغیرتی کشیده باشه هیچ کار انجام نمیشه. درست. عموم قوم باید یه غیرت و یه همت خیلی شدیدی از خودشون نشون بدن. کار عجیبی خواهد بود. یشتم بگم پس از اینکه انجامش به پایان رسید، تو صفحات تاریخ خواهند نوشت که فقط از دست قوم ایران یه همچین کاری برمی اومد. چون در تمام تاریخ بشر تا حالا نمونه نداشته که یه قومی که از این شبکه اسلام شکست بخوره و مخشوی بشه، بعدن بدون کمک بیرونی خودش آزاد کنه. اونم پس از این چندین سده طولانی. البته اینطور هم نیست که ما کامل مونده باشیم. به وسیله اینکه اسلام زبون فارسی رو نتونست از بین ببره و میدانهای معنایی موندن، شاهنامه موند و اینا، ایرونی ها تا 70% ایرونی موندن. درست. و این ذهنشون فقط مسموم شد. تو یه نقطه اسلام موفق شد، تو جاهای دیگه خیلی نه. خرد رو به عنوان فاکتور تو ایران از بین برد. یعنی جهان ایران باستان رو دو تا ستون خوابیده بودی که خرد رو، که وجدان فردی و اینها. به جان فردی خیلی اوقات هنوز در داخل نگاه خانقاه عرفانی هست یه جورایی.
مونده و کلا ایرانی آدمای بی وجدان نیستن که رو مثل اون خیلی عربا یا ترکای مسلمان که اصلا فاقد وجدان هستن، ایرانی خودشون نسبتا میدونن چه خبره. اون زبان فارسی اینو نگه داشت. ولی تو خرد خیلی کامیاب بود اسلام. اسلام تقریبا خرد رو کاملا تو ایران متلاشی کرد. یعنی اون یه ستون آیین زرتشت رو کاملا از بین برد، ستون دوم نتونست و میدانهای معنایی فارسی هم که مون، ایرونی ها تا 70% ایرونی موندن، ولی همون 30% بیماری بس بود واسه این که اینا ناکار بشن، چون 30% جای حساس خورده بود. بله جای حساس خورده، مثل یه پهلوانیه که بیمار شده نمرده ولی بیمار شده، و وقتی بیمار شده دیگه نمیتونه بره کار زورخانه و پهلوانی، باید اول درمانش کرد، وقتی تندرست شد میتونه برگرده. درست. و تو این وضعیت ما موندیم. با پذیرفتن این فکت ها، این کارت هستایی که من اینجا گفتم، یکی این که آقا سازشی در پایان نخواهد بود، دل خودتون رو صابون نزنید، و بنابراین دگرگونی بسیار بازغلطاننده خواهد بود از شما. پس از بازغلطش اصلا خودتون اگه جوان بوده باشید و آغاز و پایان بازغلطش رو ببینید، اصلا در پیریتون دیگه اصلا نخواهید فهمید که اون جهان ایران شهری که توش رسیدید اصلا هیچ شباهتی دیگه به اونی که در کودکی دیدید نداشته، این جور بیگانه کننده خواهد بود. و بعد مسئله دوم پوزش میخوام، مسئله دیگر ارتباطش ریخته به هم، داره بر میگرده، یک لحظه. و مسئله دیگر اینی که با هزینه بالا خواهد بود. یکی این که ناسازگاریش رو باید پذیرفت. این ناسازگاری تقصیر من و شما نیست، اینو پیامبر اسلام هم جو طراحی کرده. یعنی اون یکی اون ور در حقیقت ایرونیای مهاجر نمیدونم آریایی بودن چی بودن، اومدن به فلات ایران 1000 پیش از میلاد، از یه طرف آریایی بودن، از یه طرف این آیین زرتشت رو داشتن، یه جوری زندگی رو طراحی کردن. این ورم پیامبر اسلام نمیدونم حالا پیشینه عربی داشت، بعد دلنهادی آینای ابراهیمی بود، خودش هم که آدم تندخوی بود، اینا رو در هم گداخت، اینو درست کرد. و اینا چنان با هم دیگه ناسازگار هستن که نمیتونن هر جفتشون یه جا باشن. درست. من در این راستا اون حالا شمردن اون 5 گام گوناگون رو چگونه از تو این رد باید به شادم برای آزادسازی، اونو به نشست سپسین میسپرم. 3-4 دقیقه زمان هست اشاره، یا زمان به پایان رسته؟ نه یه 5 دقیقه زمان داره. من میخواستم فقط نمونه وار بگم که همین پرسش هایی که ما اینجا مطرح میکنیم تو ذهن همیهنا هم میگذره و اونا رو هم گرفتار کرده. یکی از همیهنا در زیر پیام یوتیوبی نوشته که یه مطلبی نوشته، من اینجا میخونم و میگم میخوام نمونه وار پاسخ بدم که روشن بشه مطلب، این دشواری هایی که در ذهن ازش پدید میاد. با سپاس از شما من پرسشی دارم، میخواستم ببینم چه جوابی میتونید بدید. من در مسموم بودن اسلام به این شکل و فرم باور دارم، زیاناش هم دیدم، ولی مسئله اینه که چطور میشه دیگرانی رو که اعتقاد محکمی به درست بودن اسلام و مطلق بودن دارن متوجه کرد، یا اونا رو اصلا به آیین دیگری درآورد در حالی که خودشون به هیچ وجه نمیخوان. من بحثای زیادی با مذهبی ها داشتم، ولی اونایی که اعتقادهای محکمی دارن حاضر نیستن که به هیچ وجه شک کنن. ولی چیزی که من متوجه شدم اینه که اگه در این بحث‌های شدید ما نتونستیم به توافق برسیم، ولی وقتی استدلال محکمه نزدیکی پدید میاد. البته این فقط در جهان شیعه میسره. یعنی شما با یه سنی تندرو نمیتونین کار رو بکنید. شهرام جان این پرسش تموم شد، الان پاسخ شماست؟ نه ادامه داره. من فکر میکنم در زمان کنونی که ما شواهد و مدارک کافی داریم، در هنگام قانونگذاری مثلا میتونیم هنگام قانونگذاری دست و پای اسلام رو خود محدود کنیم. نیازی به برخورد قهری و حذف اسلام و این مسائل نیست، بلکه آنچه که نیاز است تغییر زاویه است. کتاب‌های دینی باید نمیدونم چنین بشن، شما شده آموزش و پرورش فلان و یه دو سه نکته دیگه. ببینید دوستان خیلی زود دوچار سوء تفاهم میشن. من حالا توی این 5 گام که توضیح بدم توضیح میدم، ما مثلا نگاه قهری اینجا به کسی نداریم، ما فقط داریم اینجا صحبت میکنیم که آقا این وقتی ناسازگاره ناسازگاره، و وقتی شما میری سراغش اونه که میاد سراغت که تو رو بکشه. وقتی باش صحبت میکنی تو که نمیخوای اونو بکشی، که اصلا کارش نداری، اونه که دست به چاقو میبره. مثل در حقیقت آی خمینی، مگه قبل از انقلاب کسی با دین مردم کاری داشت؟ آخرسان در حقیقت پیش از انقلاب همون کاری رو که این همیهن اینجا پیشنهاد کرده همونو انجام دادن، از آموزش پرورش جداش کردن،
اومدن وارد بحث شدن با مردم، ببینید با لایه‌های زیرین جامعه، با مذهبی ها، این اون که آقا زندگی بهتر، برنامه‌ریزی بهتر، فلان فلان فلان. نتیجه چی بود؟ انقلاب 57. 57 به جای اینکه اثر کنه، جریشون. فقط جریشون کرد. مسلمان‌ها متوجه شدن که داره از زندگی اسلامی رو دارن دور می‌کنن. زندگی اسلامی دارن دور میکنن به یه زندگی منطقی تولیدی، یا به قول خودشون زندگی طاغوت، زندگی آتش پرستی میخوان واردش کنن. نو با چاغوت دنبال محمد رضا شاه کرده بودن که تیکه تیکش کنن. یعنی این چیزی که همیهن گرامی اینجا داره مطرح میکنه، من تو نشسته آینده بیشتر در مورد صحبت خواهم کرد، این یک سرابه. اصلا موضوعی نیست که ما نگاه قهری به کسی داریم اینا، موضوع اینه که اونه که نگاه قهری رو میاره و شما آخر مجبور بشی مثل شاه اسماعیل روش بیستی. شما خودت که آدم منطقی هستی، ایرانی ها، ایران شهری ها همیشه که رواداری داشتن نسبت به همین سیستمای دیگه، ولی تو وقتی سیستمت باید مالی خولیاییه، اون تو رو مجبور میکنه که دست آخر سر به جنگ افزار بده. حالا جنگ افزار سخن میخواد باشه یا فیزیکی میخواد باشه، اونه که تو رو مجبور میکنه، چون بس که گرفتاره نمیتونه از تون حفره بیاد بیرون. در مورد روش کاری که اینجا این همیهن مطرح کرده که آقا من باشون صحبت کردم چون این چنان اینا، من بعدن تو نشست‌های آینده دقیق توضیح میدم که چجوری باید این کار رو کرد، چون داریم الان به گامه‌هاش میرسیم دیگه که چجوری اون افراد باید از تون چاله انرژتیکی آورد بیرون. من به تک تک این مشکلاتی که اینجا مطرح شده بعدن نکته‌وار دست خواهم یافت که چجوری باشون باید صحبت کرد، چجوری از تون چاله باید آوردشون بیرون، چجوری باید دستبندیشون کرد. اینا افرادی که تون چاله هستن دستبندی‌های گوناگون دارن. اینا رو بعدن همه رو باید کاتگورایزش کنیم. فعلا چون زمان اندکه من اینجا بسنده میکنم. بسیار خوب. سپاس شرم جان از گفتاری که امروز داشتی برای همیهنان. در آخرین اسلاید شهرام که بهش پرداخته نشد و مون برای برنامه آینده، منیفست ایران شهری اونجا نامش اومده بود، در این باره مفصلا در برنامه آینده با شما صحبت میکنیم. مطلب بسیار مهمی است و تا اندازه‌ای هم پشتیبانی شما همیهنانی که دل در گروه انجام این کار بزرگ دارید و میطلب. باز از سوی خودم، همچنین شهرام که اینجاست و همه دوستان و علاقمندان جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی، فرا رسیدن نوروز رو به همیهنان شاد باش میگم. واقعا باید بکوشیم سال بهتری رو رقم بزنیم، وگرنه از این سلسله سالهای بعد داشته ایم و شوربختانه خواهیم داشت. برای داشتن زندگی بهتر باید آستین بالا زد، کوشید و عرق ریخت و مطمئنن پیامدهای مثبتش هم دید. به هر حال نوروز بر شما شاد، بر همه همیهنان شاد و امیدواریم که از این وضعیت بسیار اسفبار هم میهن ما و هم بقیه کشورهای جهان زود عبور بکنن و با کمترین هزینه به شرایط عادی برگردن. سپاس بسیار و بدرود تا فرصت دیگر. بدرود.